درود، در این برنامه اومدم به شمال آلمان، به این شهر، شهر گاسلار، نزدیک هانوور هست. شهری قدیمی با تشتی از باران و عقابی طلایی که ما حکومت میکنه و کوههای سهرامیز که میگن جادوگران در اون میرخسند. در این شهر اتفاقات جالبی در این چند صد سال افتاده و اتفاقات بسیار جالبتری داره میفته با ستار. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنید که در شمال آلمان داره اتفاق میفته. چند قسمتی هست در شهر تاریخی گوسلر. اینجا اومدیم که ببینیم تاریخ این مردم چی بوده که به اینجا رسن. تیم فوتبال قوی دارن، تو تکنولوژی پیش رفتن، خیلی کارا کردن تو دنیا، جنگ ها کردن، پیروزی ها داشتن. بار این یه قسمت از تاریخشونه که مال قرون وسطاست، زمانی که ماها و این مردم تقریبا شبیه به هم بودیم از لحاظ تمدن و تاریخ و اخلاقهای اجتماعی. شاید حتی اینه که میبینید یک کلیسای قدیمی 800-900 ساله است که بقایاش مونده و شیشه دورش کشیدن. این یادگار دورانیه که آلمانی ها جزو امپراتوری روم بودن، روم کاتولیک، روم مسیحی. در اون زمان جالب رسم بوده که هر کسی میخواست پادشاه بشه میرفته روم، میرفته واتیکان که مرکز مسیحیت بوده اون زمان، تاجگذاری میکرده و قول میداده که برای مسیحیت بجنگه. و معمولا پادشاه برای خدمت هم که شده میرفتن به اورشلیم یا بیت المقدس که در جنگ های صلیبی شرکت کنن و مسلمان ها رو از بیت المقدس بیرون کنن، که فردریک سوم یکی از اونها بوده. این کلیسا رو که ساختن، در کنارش کاخ رو هم ساختن که کاخ دیدنی شهر گوسلر هستش. خیلی از مردم میان اونجا چون تاریخ آلمان در اونجا به صورت نقاشی ثبت شده در تالار اصلیش.
سنگینه. و این تالار، این کاخ معروف شهر گسلار، عجب کاخیه. تمام دیوارش داستان افتخارات و داستان افسانه ها، پادشاهان واقعی، پادشاهانی که افسانه شدن، همه در اینجا هست، در دیوارهای مختلفش. البته اینجا رو در حدود 150 سال پیش اینجوری نقاشی کردن. قبلش یک قصر خالی بوده با این سقف‌های چوبی و متعلق به هم حدود 800 تا 900 سال پیش، و تو اینا رو پر کردن و داستان داره چرا اینجوری شده. اینجا مارتین لوثر رو تصور کردن، کشیدنش که در دست کلیسا رو از مردم میبره، انجیل رو به آلمانی ترجمه میکنه و به مردم یاد میده که خودتون مستقیما میتونین ایمان داشته باشین، نیازی به کلیسا و اسقف ها نیست که ازتون پول بگیرن بهتون حکومت کنن. و این یک انقلاب بزرگی برای مردم این کشور بود، مستقلشون کرد. و این در برابر پاپ در واتیکان ایستاده و داره باش حرف میزنه و اونا به تعجب انداخته. این تصویر یکی از پادشاهان فردریک هستش. فردریک از پادشاهان قدیمی اینجا هست که در سیسیل حکومت میکرده. اینا زمانی که روم باستان مسیحی در تمام اروپا حکومت کرده، پادشاهان کوچکی داشته جای مختلف. این یکی یک آلمانی بوده در سیسیل حکومت میکرده، مثل هم دورگه بوده. ولی این خیلی جالب، بارباروسا روی اسب، اینجا قونی است، در ترکیه امروزی زمان سلجوقیان هم گذشته بوده. بارباروس داره جنگ میکنه با قشون اسلام در است اینجا، یکی از پادشاهان واقعی قدیمی اینجا هستش. این داشته میرفته که اورشلیم یا بیت المقدس رو از دست مسلمانان آزاد کنه، زمان جنگ های صلیبی بوده، برای این حرکت داره نشون میده. فر اتفاقی که میفته، بارباروس در این جنگ ناپدید میشه، یعنی مردم هیچ دیگه ازش خبر ندارن که چی شد. واسه این براش داستانی ساختن، مثل مهدی موعود، مثل سوشیانت در آیین زرتشتی که روزی برمیگرده و دنیا نجات میده، و حتی آیین یهودی هم هست، یشوع. تصور میکنن که بارباروس روزی از غاری بیرون میاد و دوباره پادشاهی آلمان رو نجات میده، بیت المقدس رو نجات میده و دوباره همه خوشحال و شنگول میشن. این داستانیه که ساختن برای این پادشاه، واقعی بوده، داستانشو خیالی کردن. اونجا روی اسب سازنده این قصر رو میبینیم، هنری سوم رو میبینیم، و نسب میدن که تختی که در این موزه است ساخته اون و برای اون بوده، یکی از پادشاهان پرافتخار قدیمی. در ضمن بگم که قبلا آلمانی به اون شکل وجود نداشته، آلمان زیر یوغ رومی ها یا حکومت باواریا یا پروشیا یا حکومت های دیگری بوده، و یک پادشاهی قرن 19 هم 140-50 سال پیش، تمام زمان ناصرالدین شاه خودمون، برای اولین بار آلمان رو ثبت میکنه، با اسبش میاد و میگه آلمان ما هستیم، و قلمرو به سیاسی جدید آلمان ریخته میشه و اون ویلهلم اول هستش روی اسب اونجا. اون ویلهلم اول هستش که از آلمان امروزی رو اون پایه گذاشت، و اونم که پشت سرش ولیعهدش فردریک، و اون بچه این که اونجا میبینین ویلهلم دومه که بعداً پادشاه شد، ویلهلم سوم که بعد از اون که پادشاه فرو ریخت و جمهوری شروع شد، اصلا تو این نقش نیست، چون به دنیا نیامده بوده. برای این در حدود 100 سالی میشه که اینجا دیگه جمهوری شده و فرق کرده. این نقاشی هم خیلی زیباست. بارباروسا رو میبینید، گفتم فکر می‌کنم مثل امام زمان، مثل مهدی موعود و قرار روزی بیاد نجات بده. اونجا داره اشاره میکنه که این بود اون کسی که قرار بود نجات بده آلمان‌ها رو، اون جایگزین منه، اون جانشین منه. و در این نقش و نگار پادشاهان افسانه رو بالا می‌بینیم، پادشاهان و آدم‌های مهم اون عصر رو در کنارش می‌بینیم، و هم تو در این سو، و یک نقاشی خیلی پرمعناه. و برای این نقاشی ما می‌خوایم معنای دیگری بدیم با صدای پیانو.
با یکی از قطعات باخ، یکی از نوابغ موسیقی آلمان که 400 سال پیش زندگی میکرد، جز تحول پروتستان ها و قیامشون و مستقل شدنشون، شکل گرفتن موسیقی کلاسیک و تقریبا محو شدن موسیقی اصیل خود این مردم بود در شکل موسیقی کلاسیک. باخ یه نابغه بود که کارهای عجیب غریب موسیقی میکرد. مثلا یک قطعه رو مینوشت، بعد برعکس نوتش هم برعکس از همون اول شروع میکرد، یعنی سازها برعکس همون آهنگ رو دارن همزمان باش میزنن، مثلا گوش چیزهای دیگه رو میشنوید. ولی نوازنده ما اما در جعبه نهفته است. جعبه رو باز میکنیم و نوازنده اونو پیدا میکنیم، نوازنده جوانی که در این شهر شهرت یافته است. و چه آهنگی و چه صدایی مناسبتر برای چنین جایی جز پیانو که برای ما نواخت نوازنده نقاب به چشم. It's good to see you. ایشون یه جوانی که از طرف مدرسه موسیقی اینجا به ما معرفی شد که کاراش خیلی جالب، موسیقی روز این کشور رو میگیره و با پیانو اجرا میکنه روی اینستاگرام و اسم اینستاگرامش هم هست ات کیمبو کراش، مثل کندی کراش بازی هست اسم کیمبو کراشه و اینجوری خلاصه داره معروف میشه تو این کشور آلمان. خوشم دورگه آلمانی و خاوردوری هستش ولی نقاب هویت واقعیش هست. ولی چرا نقاب فکر کردی باید بذاری؟ Why do you think you should have had to attract attention? Yes, yes. And the, cause mystery. The main fact. Because I'm playing on the streets as well and the people directly, who are you? That's interesting. Streets of Goslar. No, in Brunswick and جاهای دیگه. کجای ماسکو گرفتی؟ انگار کاردستی هستش، مقواییه. My sister made it for me. Oh really? Wow. That's very unique. That's fantastic. شما دانشجوی موسیقی هستی؟ I quit to be a student and I focus on writing sheet music. Really? Yes. On YouTube and. خیلی جدی حرفه شده که آهنگ خودش رو بنویسه،
برداشت جدیدی از آهنگای روز رو بنویسه و روی یوتیوب و ویدیوهای اینترنتی شدیداً گذاشته. خیلی جالب. How old are you? I'm 28. 28 سالش هم هست. خب اول ترمان وسط توی اول زندگیه. چرا پیانو دوست داشتی؟ My mother, in school I had in art course a good grade and so my mother thought I had to do something with my fingers and so I started piano. I see. اخسو. مادرش تشویقش کرده برای این کار. بسیار عالی. دوستان یه آهنگ دیگر رو بشنویم که یک آهنگ روز اینجا هستش. آهنگ پاپ به اسم ایزی، یعنی ساده، راحت. Who was it from? Crow? خواننده آلمانی. It's a German. German artist. Man or woman? Man. He's also Masked Man. اونم مثل ایشون نقاب میزنه. برای من آهنگ رو اجرا میکنه تا ببینیم که چه اتفاق دیگه در این مکان خواهد افتاد، در این کاخ. خواهش میکنم. Kimbo Crash. امیر اومد، امیر اسدی خودمون، که آهنگ سر وقت تموم شدش. Thank you very much Kimbo Crash. از نوابق موسیقی اینجاست که روی یوتیوب میخواد شهره آفاق بشه. ببینم تو چطوری شد. خیلی خلاقانه. خیلی ممنون. Thank you for coming. میخوام صحنه بدیم دست تو. کتابم بدست. Thank you very much for coming. I appreciate. این اتفاقا کتابت رو خوب شد اومدی، چون هی راجع به کتاب می‌خواستم تو جنگل که بودیم دو کلمه بگیم، هی نشد. و اون قسمت اول آره ایشون هم اول کتابه که جمله مهمی هست. چی نوشته؟ کی هستش؟ لشه کولاکوفسکی. دیگه معلومه یک فیلسوف بوده. مال کدوم کشور؟ لهستان. تو خیلی هم علاقمندی به این آدم های درست حسابی و اسم از شاعران ایران. یدالله رویر من اصلا نمیم کسی براش آهنگ بسازه که تو ساخته بودی. سپاس. چی نوشته؟ اگر قرار بود به همه سنت ها پایبند بمانیم، هنوز در غارها زندگی میکردیم. و اگر قرار باشد همه سنت ها را کنار بگذاریم، باز هم باید به غارها برگردیم. چه جالب. یعنی خیلی کار تو رو عطب باعث شد که این کتاب بتونی بنویسی و پاشم وایسی که نوشتن آره. آکورد برای ستار که معمولا چیزی که در سازه اروپایی و در گیتار میبینی که چند تا سیم با هم یک صدا رو بده، کاری که خیلی کم استفاده شده. و تو اولین کتابشون تو نمیشه، ولی شبیه این شده قبلا نه؟ آره شبیه این کار استاد مسعود شعاری خیلی فعالیت های شعاری؟ بله مسعود شعاری خیلی فعالیت های زیادی کردن، سازهای مختلفی ساختن، ستاره بم، ستاره زیر، بعد در این زمینه قطعاتی ساختن، با آکوردها می نوازن. ولی خب به نظر من یک مدل مرز شکنی میتونه باشه. ولی اگه قرار باشه بگیم که کاملا ما این مرسیکنی رو شخصا انجام دادیم، نه، این در تاریخ بله. و کاری که تو کردی رفته کن انا یک پسری بود اینجا با نقاب پیانو باخ زد، خیلی هم خلاقانه بود. خلاقانه یعنی ما بعد یه جوری که باز چشها رو باید شست، درست، باید خوره راحت تر باشیم. همه چیزای شاید درست حسابی اون شکلای دیگه سنتی رو نداره، شکل بازی گوشانه داره، مثل تیشرت تو، مثل نقاب این پسره. میشه با رنگای صورتی کارهای سیاه انجام داد. دقیقاً. وقتی ما ملودی می‌نوازیم در واقع یک
پیرنگی از اون حس رو میتونیم برسونیم، ولی وقتی که با آکورد اون ملودی رو اجرا میکنیم میتونیم حس‌های دیگه‌ای رنگ‌آمیزی کنیم. کشف بهش اضافه بشه. میتونه ترس باشه، میتونه دلهوره باشه که ما خب با موسیقی مثلا مخصوصا با تار و ستار زیاد این حس‌ها رو خیلی تو اروپا هست این نوع موسیقی. بله. دلهوره، ترس و فکر. آره. خاطر چند ساز بودن آکورد بود. و جالبه این ساز پیانوی گویای تو و جام آقای شعاری و اون گروهی که در این برنامه نواخ سازبندی مصور داشت، این پیانو شاهدیه. این پیانو قبلا یک ساز شبیه به چنگ شبیه قانون بوده. خب که دوره گرده می‌زدن، بعد دوره گرده برای اینکه کارشون جالب تشه کلید روش گذاشتن، مدل ارغنون. ارغنون خب با لوله است و مثل ارگ میمونه، اینا روش کلید گذاشتن، بعد دوره گرده تو ایتالیا می‌زدن. فکر کنم اون ساز شد پیانوی مجلسی، یعنی چیزی که هیچ چیزی شاید اون زمان جدیش نمیگرفت به تدریج جدیش گرفتن، جدی‌تر مثلا تکامل. مثلا خیلی کارا برای بعضی ممکنه مسخره باشه، به نظرشون سبک باشه، ولی اصل کار از همینجا شروع میشه. خواهش می‌کنم دیگه ما سخنرانی نمی‌کنیم، برای ما قطعه آخری این برنامه رو بزن. حتما. ولی فقط پیانو رو برام کنار. اسم قطعه هم شعری از استاد رضا براهنی. جدی؟ بله. باش. قطعه که می‌خوام بزنم برگرفته از اسمش، برگرفته از شعر رضا براهنیه که میگه ببینمت تو کجایی که چهرت باقی است که از هزار پنجره نور میوزد هر صبح. برای کسانی که شاید آخر برنامه روشن کردن تلویزیونو و برنامه رو در این چند قسمتی که داشته تغییر نکردن، امیر در آلمان زندگی میکنه. به خاطر امیر اومدیم شهر گزدا در شمال آلمان، به خاطر اینکه برای ستار آکوردهای مختلف نوشته بود و کتابی رو چاپ کرده به همراه حامد نهاوندی. واسه ما به اینجا اومدیم و داریم برنامه رو به پایان میبریم. برنامه جالبی بود، پر از موسیقیایی بود که متفاوته، ولی خب دیگه بعد زودتر تلویزیون روشن میکردیم.